درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 21 تیر ماه همراه ما باشید. ابلاغ تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر دستور قطع برق دیماند صنایع فولاد و سیمان که پس از موج اعتراضات به قطع گسترده و برای تامین برق خانگی صادر شد، در کمتر از یک هفته میلیاردها تومان به صنایع فولاد خسارت وارد کرد و تنها در یک مورد قیمت میلگرد را کیلوی 1000 تومان افزایش داد. مقام های مسئول تاکنون آماری از کارخانه های تعطیل شده یا نیمه تعطیل پس از ابلاغ تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره محدودیت برق کارخانه های فولاد و سیمان و دیگر صنایع را اعلام نکردند، ولی روزنامه شهرآرای مشهد از قول مقام های کارخانه فولاد خراسان نوشت گردش مالی این مجموعه در سال حدود 10000 میلیارد تومان است و در سه هفته قطعی و محدودیت برق حداقل 575 میلیارد تومان از درآمد این بخش عقب خواهیم ماند. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت مذاکره مقام‌های ایرانی با مسئولان آمریکایی را تهیه و تدوین کردند. در بخشی از مقدمه این طرح به تحریم‌های آمریکا اشاره و گفته شده، رئیس جمهور آمریکا در موارد متعدد مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی را به عنوان تروریست معرفی نموده و آنها را تحریم کرده است. وزارت خارجه نظام اسلامی در آخرین گزارشی که درباره نحوه اجرای برجام به مجلس ارائه داده است، ابراز امیدواری کرده که مذاکرات مربوط به احیای برجام در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی تکمیل شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه پیوست این گزارش که 22مین و آخرین گزارش وزارت خارجه درباره برجام به مجلس محسوب می‌شود، تاکید کرده در مذاکرات فعلی که توسط دولت روحانی انجام شده، طرفین به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌ها نزدیک شدند. هزاران نفر در هاوانا و دیگر شهرهای کوبا علیه کند بودن روند واکسیناسیون بیماری کرونا و مدیریت همه‌گیری کووید 19 تظاهرات کردند. قطع مکرر برق هم از دیگر عوامل مهم در برپایی تظاهرات بود است. ریچارد برانسون، کارآفرین بریتانیایی و میلیاردر 71 ساله، روز گذشته با سفینه یونایتی ساخته شرکت خودش راهی مرز فضا شد. آقای برانسون، بنیانگذار شرکت ویرجین گالکتیک، در این سفر یک ساعته برای 3 تا 4 دقیقه بی‌وزنی را تجربه کرد و در نهایت فضاپیمای حامل او و خدمه همراهش مانند هواپیماهای عادی در باند یکی از پایگاه‌های فضایی آمریکا بر زمین نشست.